بذارم تو جلسه بعد میگم. میریم سراغ رکتنگل، یعنی مستطیل کشیدن. ما سه تا شکل اصلی داریم دیگه، یه دایره است، یه مربع و مستطیل، یه مثلث. میخوایم بریم سراغ رکتنگل. برای ترسیم رکتنگل شورت کیش آر ای سی ه. آر ای سی رو که من میزنم اینتر میکنم، دوباره ازم فرست پوینت میخواد. حالا به صورت گرافیکال انتخاب میکنم، میام نقطه بعدی یا کورنر بعدیش رو میدم، درسته؟ ترسیم میشه. حالا اگر بخوام اندازه بدم باید چی کار بکنم؟ رکتنگل رو دوباره میزنم، نقطه اولم رو انتخاب میکنم، ابعاد مستطیلم رو بهش میدم، میگم مثلا 15 متر تب مثلا 10 متر. این یک مستطیل 10 در 15، ببین 15 متر در 10 متر برای من ترسیم کرد. خب یا مستطیل رو به صورت دستی میکشیم، مثلا فرض کن من یه خط اینجا دارم، یه خط هم اینجا دارم، میخوام بین این دوتا یه مستطیل بکشم. خب خیلی کار راحتیه، یه رکتنگل رو میزنیم، یه نقطه اینجا، یه نقطه اینجا، این از مثلا دوتا نقطه به صورت گرافیکال. اگه نخواستیم اندازه بدیم، خب دیگه باز اونم کاری نداره، رکتنگل رو میزنم. ببین دلیل این که من شورتکات ها رو میگم، دلیل این که من نمیرم روی آیکون های گرافیکی بزنم، واسه اینکه شما عادت کنی، هر چقدر بتونی با این آیکون هایی که در واقع با این کلیدا کار بکنی، واسه بعدا سرعتت میره بالاتر. اینکه بیای اینجا کلیک کنی دوباره بیای و اینا خیلی در واقع جالب نیست. خب رکتنگل رو من میزنم، انتخاب میکنم، واسه دادن اندازم اندازم رو میدم، طولش رو میدم، تبو میزنم، عرضش رو میدم و اینتر میکنم. اینجا ترسیم میشه. حالا خودش که کاری نداره، یعنی رکتنگل کشیدن سخت نیست. منتها رکتنگل یک خصوصیات دیگه ای هم داره، یعنی ما میتونیم رکتنگل رو دوراش رو گرد کنیم یا پخ بزنیم تو اصطلاح. برای اینکه بتونیم پخ بزنیم یا گرد بکنیم، باید از دستور فیلت و چمفر استفاده کنیم. فیلت و چمفر چی هن؟ رکتنگل رو من میزنم، قبل از اینکه کلیکی بکنم تو صفحه، اینجا زیر دستوراش رو ببین، چمفر داره، الیویشن، فیلت، نمیدونم تیکنس و الاخر. وقتی کلیک بکنم زیر دستوراش تغییر میکنه، یعنی نقطه اولم انتخاب بکنم دیگه زیر دستوراش داستانش متفاوت میشه. پس رکتنگل رو میزنم، اول دستور فیلت رو انتخاب میکنم، عدد یک رو میدم، یک رو میدم. ببین این رکتنگلی که دارم ترسیم میکنم، میبینی چه اتفاق بسش افتاده؟ گوشه هاش گرد شده، تو اصطلاح فیلت شده. حالا این فیلت یکه دادم از کجا میاد؟ از این که من اگر یه دونه سیرکل یک بکشم، خب اینو بیام موف کنم بذارم اینجا، ببین یک چهارم دقیقا دایره است. پس اگر یه جایی خواستی فیلت کنی، خاطرت باشه که این یک چهارم دایره داره فیلت میکنه و اون یکه یعنی شعاع این دایره هست. این تو ذهنت باشه، یه جایی اگر خواستی از فیلت استفاده کنی به جوری بتونی استفاده کنی. حالا یه جاها اون با یه روش دیگه است، اینجا چهارتا رو با هم میزنه. حالا یه رکتنگل رو من میزنم، این رو شعاع رو دادم یک. خب ببین الان کوچیک میکشم اعمال نمیشه، خب بعد میام یه مقدار بزرگترش میکنم بازم اعمال نمیشه، یه ذره بزرگتر بازم اعمال نمیشه، بعد الان اعمال میشه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی ابعاد مستطیلمون به اون ابعاد فیلتمون نخوره اعمال نمیشه، درسته؟ ببین الان خیلی از بچه‌ها میان مثلا یه اندازه‌هایی برای فیلت میدن، بعد میان میگن که نمیشه، ما هر کاری میکنیم این فیلت نمیزنه، در صورتی که ابعاد فیلتشون به ابعاد کل مستطیل نمیخوره. این وقتی میخواد یه متر با شوهای یه متر فیلت کنه، حداقل باید مثلا یه 2:2 باید باشه دیگه، حداقل باید یه 3:3 باشه این بتونه فیلت بزنه دیگه. پس این هم در نظر داشته باش که اگه فیلت رو بهش وارد کردی، بدون ابعاد فیلته باید بخونه با ابعاد کلیه در اون مستطیل رو یا رکتنگل ما. حالا اگه میخوای فیلت رو برداری از روش، برگر همون رکتنگل رو بکشه، من رکتنگل رو انتخاب میکنم، دوباره کلیک نمیکنم رو صفحه، فیلت رو میزنم، عدد یک رو صفر میکنم، ببین دوباره 90 درجه میکشه.
حالا یک دستور دیگه داریم که پخ میزنه. رکتنگل رو میزنم. این بار چمفر رو انتخاب میکنم. واسه چمفر باید دو تا عدد بدیم. دلیلش رو الان میگم. دو دو. لبه ها رو پخ زده. دو از کجا میاد؟ دقیقاً اینا هر کدوم دو متر رفته تو که این پخه اینجا اعمال شده. حالا یه جایی خواستی این پخه رو مثلا بزنی، میتونی از این چمفر استفاده کنی، و اگر خواستی چمفر رو صفر کنی دوباره رکتنگل رو میزنی قبل از این که باز انتخاب بکنی رو صفحه. چمفر میزنی دو تا عدد رو صفر میکنی. یه دونه اگه صفر بکنی یه طرف رو دوباره میزنه. ببین مثلا من رکتنگل میزنم، چمفر رو میزنم، عدد اولی رو میدم دو، عدد دوباره میدم صفر. ببین البته باید عدد اولی، نه اولی رو بدم صفر، دومی بدم دو. خب این اون دو صفر میخونتش. ببین مثلا اولی رو رکتنگل میزنم، چنفر رو میزنم، اولی رو میدم پنج، دومی میدم یک. ببین این یکه. ببین این طبق عقربای ساعت میاد میچرخونتش دیگه. این یکه، این پنجه. خب دوباره این پنجه، این یکه، دوباره این پنجه، این یکه، یعنی طبق عقربای ساعت میاد میچرخونه اینا رو. برای چمفر استفاده کردن حتما تو ذهنت باشه که دو تا عدد رو یکی استفاده کنی. مثلا دو دو، سه و سه، پنج و پنج، یک و یک. این درست در میاد چمفرت. خب اینم دستور رکتنگل با تمام در واقع زیر دستوراش. دوباره من رکتنگل رو میزنم، چمفر رو صفر میکنم که بعدا میخوام خودم با این سیستم کار کنم، خودم رو یاد نکنم. خب این از این. حالا تا اینجا ما یاد گرفتیم که دایره بکشیم، مستطیل بکشیم، رسیدیم سر چی؟ مثلث. دستور مثلث نداره ولی یه دستوری داره که چند ضلعی میکشه. خب چند ضلعی میتونه سه ضلعی باشه. دستورش این پولیگان است. شورتکیش پی او اله، درسته؟ پی او ال رو میزنیم، انتخاب میکنیم. اولین سوالی که ازت میپرسه میگه میخوای چند ضلعی باشه. میگم سه ضلعی. اینتر میکنم. یک نقطه انتخاب میکنم. دو تا حالت داره. یکی کنج زاویه رو میگیره، یکی رو ضلع میاره. اولی کنج زاویه. ببین مثلث متساوی الاضلاع برای من ترسیم میکنه. خب حالا حالت دومش چجوری بود؟ پی او ال، درسته؟ سه ضلع ای. اینتر. نقطه رو انتخاب میکنم. این بار میام روی یک ضلع. میبینید الان اون یکی کنج اینو میگرفت، این یکی رو ضلع آورد. خب پس ما به این طریق میتونیم مثلث ترسیم بکنیم. مثلث ما اینجا گفتم متساوی الاضلاع، میتونیم اینو بگیریم بکشیم بکنیمش ساقین، ولی دیگه نمیتونیم قائم الزاویه درست کنیم. قائم الزاویه رو باید با دست بکشیم. اینو تو ذهنت باشه که اون نمیشه. حالا میتونه تعداد ضلعای دیگه بیشتری هم داشته باشه. مثلا 8 ضلعی بکشیم. میزنیم 8 ضلعی. خب نقطه‌رم مثلا بزنیم از اینجا. ببین این 8 ضلعیه. یا 6 ضلعی، 5 ضلعی، هر تعداد ضلعی که خواستیم میتونیم داشته باشیم. فقط تعداد ضلع از 50 تا بیشتر بره میشه دایره. عملا دیگه چیزی دیده نمیشه. ببین مثلا من پی او ال بزنم، فرض کن بزنم 70 تا ضلع. ببین دیگه عملا شما ضلع اینه ببینید، چون تعدادش انقدر زیاده میشه دایره. پس این تو نظرت باشه که تعداد ضلع زیاد باشه عملا هیچ فایده ای نداره. پس اینم دستور پولیگان. پولیگان رو میزنم پی او ال، اینتر میزنم، ساید از ما میخواد تعداد ضلع. خب بعدش که ساید رو میزنیم، ببین مثلا من میزنم 5 ضلع، درسته؟ این دوتا میگی چیه؟ این دوتا مثلا تو محور مختصات میخوای کجا بذاریش؟ یا آره، یا به صورت گرافیکال میاد دستی انتخاب میکنی یا مختصات بهش میده دیگه. مثلا الان من میذارم 0
و صفر. خب حالا اینجا ببین صفر صفر محور مختصات رو من گذاشتم، درسته؟ بله. پس این تقریبا سه تا در واقع شکل اصلی هندسی که ما داریم رو تونستیم ترسیم بکنیم. یه الیپس هم داره که بیزی باش میکشیم، یعنی بر اساس دوتا شعا. ببین دستورش ELه، الیپس میزنیم، یه شعا براش تعریف میکنیم، یه شعا در واقع اینطوری، یعنی یه شعا اصلی واسش تعریف میکنیم، یه شعا عمودی خب واسش تعریف میکنیم و بیزیمون رو میکشیم. یه نکته دیگه هم اینجا داره، مثلا الیپس آلک هم هست که مثلا میخوایم اگه آلکی بزنیم تو زمینه بیزی میتونیم از این استفاده کنیم. ببین مثلا اینجاست، من میام یک باز دوباره یه شعاع تعریف میکنم، شعاع دوم هم تعریف میکنم. الان F8 رو خاموش کنم بهتر مشخصه. ببین اینطوری میتونم در واقع بیزی بکشم، یعنی در واقع آرکی بزنم که بیزیه و اینم قابلیت تغییر داره که اگر یه جای احتیاج داشتی مثلا یه آرک تخم مرغی تو اصطلاح مهندسی بکشی میتونیم از این استفاده کنیم. خب اینجا ببینم فیلم چند دقیقه شد، این فیلم رو استوب کنیم.